برزیل در مورد این دوگانگی نقش زنهای ایرانی، اونها که تسلیم شدند، اونها که تسلیم نشدند، و اونهایی که در این وسط خودشون به صورت یک نیروی یه اهرمی در آمدند برای آزار زنهای ایرانی، چه میگید شما؟ شما خودتون گفته اونهایی که تسلیم شدند و اونهایی که تسلیم نشدند تفاوت بزرگی ایجاد میکنه. اونی که تسلیم میشه به ظالم اجازه میده که هر کاری دلش میخواد بکنه، به کسی که از خودش ناآگاه تره، کسی که زنی رو، بچه‌ای رو به فاحشگی سوق میده و بعد هم به عنوان زنا این بچه‌ای رو که اصلا اختیاری از خودش نداشته، هیچ تصمیمی نتونسته بگیره، هیچ آگاهی نداره، هیچ روش نکرده، در یک محیطی در همون بچگی دادنش دست یک انسان، حیوان انسان نمایی، و بعد سرنوشتش رو دادن دست اون و خودش هیچی واقعا در اختیار خودش از خودش هیچی نداره، نتیجهش میشه به اونجایی که به عنوان زنا باید بگیرن اونطور تنبیهش بکنن و کسی دیگه پیدا میشه مثل خانم شادی صدر که تسلیم نمیشه. همش همینه، همش همینجاست. زن وقتی که به آگاهی خودش برسه، انسان به طور کلی، ولی من الان چون زنها هستن که زیر ستم قرار گرفتن، نه حالا، قرن هاست که زن زیر ستمه و این مرد سالاری همیشه میخواسته که زن رو طوری نگه داره که متوجه آگاهی های خودش نشه، متوجه قدرت های خودش نشه، و در نتیجه این خانم شادی صدر با توجه به آگاهی های خودش دیده که اگر تسلیم بشه چیزیست مثل همون دختر 13 ساله ای که اون بلاها رو به سرش آوردن. دیگه خودش نیست. وقتی کسی میاد به من میگه تو باید این کارو بکنی، من دیگه خودم نیستم. من اونم دیگه. من یک راننده هستم، یه ماشین خریدم و دنبال ماشین دیگران رو افتادم. نمیدونم دارم کجا میرم. ممکنه بخواد یارو خودشو از دره بنزه پایین، منم پشتش میافتم. هر جا بره باید برم، اصلا هدف ندارم. انسان باید خودش رو بشناسه. زن الان خوشبختانه، زنان ایران متوجه آگاهی های خودشو شدن. این به این دلیل نیست که آزادی یعنی این که هرزگی، یعنی این که باز شدن تمام اون استانداردهایی که یک انسان میتونه در یک جامعه بشری اونها رو رعایت بکنه. زن دارای آگاهی هاییست، دارای قدرت هاییست، دارای استعداد هاییست که باید بهش میدون داده بشه، باید بیاد بیرون، باید این اجازه داده بشه. نه تن اجازه رو که کسی نمیتونه بزن بزن، باید بگیره اینو، مال خودشه. زن نباید تسلیم بشه. وقتی تسلیم شد میشه اون دختر 13 ساله که من عروس 10 ساله رو اینجا براتون دارم که برای اولین بار این مسئله رو من برجسته کردم، و یا تسلیم میشه مثل خانم شادی صدر و خیلی از زنان واقعا افتخار آفرینی که امروز از اندیشه، از تفکر، از استعدادهای خودشون در خدمت به جامعه بشری و بهبود وضع بشر استفاده میشه ازشون، و اینها واقعا امیدوارم که روز به روز بیشتر بشن و زنان ما هرگز نباید تسلیم بشن در هیچ شرایطی. باید بدونند که به عنوان انسان دارای یک حقوقی هستند که این حقوق انسانی رو هیچ کس اجازه نداره از اینا بگیره. خودشون خدمتتون عرض کنم، یکی از مشکلاتی که همیشه مطبوعات غربی راجع به ایران دارن این کلیشه‌ای کردنشون هست، که مثلا زنهای ایرانی فرض کنن همه مثل اینکه خدای نکرده تو سری خور هستن. اما در این مقاله که خانم مارگارت کاکر نوشته، به همین با تعجب نگاه میکنه که داریم به یک جامعه نگاه میکنیم که در میان اون جامعه یکی از باسواد، یعنی قشر باسواد و با فرهنگی، باسوادترین و با فرهنگترینشون احیانا و اکثرا خانم ها هستند، و ضمنا یه عده از خانم ها مورد بیشترین مورد ظلم و ستم قرار می گیرن، باز هم خانم ها هستند. یعنی در این جامعه تفاوت قائل میشه. برای اینا تعجب انگیزه. مثلا کشورهای دیگر همسایه رو نمیدونم، کشورهای دیگر رو در نظر میگیرن، فکر میکنن که چطور زنان ایرانی مثل اونها نیستند. این فرق قضیه همین است که زنهای ایرانی رو متفاوت میکنه با سرزمینهای دیگه. بنابراین وقتی بهشون میگن که خب مثلا ایرانیان نسبت به فرضاً کشورهای مثلا پاکستان وضعشون خوبه، خانمهاشون، من نمیدونم خانمهای پاکستانی، ولی من میگم یا خانمهای افغان و
ولی من میگم آیا این کافی است که به زن ایرانی بگن شما چون کشور همسایتون وضع شما بهتره، شما باید دیگه راضی باشید و بگید خدا رو شکر؟ بله متاسفانه این مقایسه با پایین تر همیشه انسان رو در یک سطح قرار میده که نمیخواد به جلو نگاه بکنه. زن ایرانی با هیچ زنی در جهان فرقی نمیکنه. تمام اون چیزایی که زنها در دنیا دارن، زن ایرانی هم در وجود خودش حتما همینا رو همه داره. ولی اون چیزی که زن ایرانی رو متاسفانه تو سری خور معرفی کرده، نه اینکه هست، واقعا معرفی شده، نشون داده، همین جو فرهنگی است که در اطرافش هست. و متاسفانه وقتی که اون کسانی که در سطر کار هستن حمایت میکنن از این نوع سرکوبی ها، در نتیجه خب زن تا جایی که بتونه، تا جایی که تونسته، البته یه مقدار زیادی هم این رو به حساب این بذاریم که متاسفانه زنان ما اهل مطالعه نبودن، اهل یادگیری، اهل جستجو و خودشناسی نبودن. همینطوری که درشون رو بستن و گفتن این کارو بکن، این کارو بکن، برو تو آشپزخونه بده، اونو بده بیاد، فکر کردن همینن. و اگرم یک ذره لبخندی هم بهشون زدن، این رو به حساب محبت اون سالار گذاشتن. در صورتی که باید زن ایرانی اول شروع کنه به خودشناسی، کما اینکه یه دی کردن الان همه اینایی که اعتراض میکنن، علتش چیه؟ علت اینه که متوجه شدن که نباید در این حقارت به سر ببرن. زنای ایران حتی در شعر و ادبیات ما، زنای ما تا همین 100 و 150 سال پیش، اینها اجازه نداشتن که حقارت ها و تمام بدرفتاری هاشون اصلا به هیچ نوع منعکس بکنه. حتی در شعر از عشق هم که یک چیز طبیعی است و عرفان ما، و حتی حافظ عزیز ما میگه که در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت، از این غیرت رو بر آدم زد. آدم یعنی آدم، یعنی انسان، یعنی زن و مرد. خب در چنین شرایطی وقتی که بیان به یه زنی بگن که تو حقت همینه، و اون زن اصلا مطالعه نداره، اصلا سواد نداره، اصلا از خونه خارج نشده، اگرم شده فقط برای کاری که بهش دستور داده شده رفته و برگشته و حتی با خودش خلوت نکرده، یک لحظه تأمل نکرده، جستجو نکرده، اصلا من کیم، برای چی اومدم، من چه کارم، آخه بی خودی که نیومده انسان تو این هستی. اگر به قول حافظم در ازل پرتو حسنش تجلی دم زد، خب این تجلی تکثیر شده بین زن و مرد در تمام، در تمام زوایای هستی، در تمام. وقتی زن نتونه نگاه بکنه به این که برای چی آمده، تأمل نکنه، مطالعه نکنه، حقوق خودشو نشناسه، خب اون زن تو سری خور میشه، اون زن تسلیم میشه. و بعد اگر اینو اکثریت پیدا کنن مثل جامعه ما و بدتر از اون افغانستان، میبینید که در جهان متاسفانه بد معرفی خواهند شد و فهم میکنن که اصلا زن ایرانی تو سری خوره. هیچ زنی تو سری خور نیست، هیچ انسانی، اگر خودش رو بشناسه. من اگر اجازه بدید، چون صحبت از اون